گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوی نیکوسی جنگ و صلحی بریتانیا مدا شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم، در باره مهمترین مسئله رو صحبت خواهیم کرد. اولی ماهی نوامبر سال روان، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری با سفر کره سه روزه از کشورهای آسیای مرکزی دیدن نمود. در تاجیکستان پیشوپیش سفر این مهمانی والا مقام چندی از سامانه‌های اجتماعی اینترنت را بستند. مسئله محوری گفتوشنید کاتب دولتی آمریکا با رهبری دولت رعایت حقوق انسان و نقض حقوق دینی آدمان بود. کارشناسان حدس می‌زنند که ایالات متحده آمریکا به طور فعال به میدان رقابت بهره پیدا کردن نفوذ در منطقه وارد می شود. رومیشی رومین موضوع رو ادامه می دهد. نسرین یک خانمی بازارنشین تاجیک است که به سفر جان کری کاتب دولتی آمریکا به دوشنبه و دیدار و ملاقات او با رئیس جمهوری تاجیکستان کاملا بی‌تفاوتانه مناسبت دارد و کدام باور هم ندارد که این سفر روی روزگار او و امثال او مردم عادی تاثیر گذاشته می تواند. برای ما آدمایی که بازار میشیم این سفر یگان خیلی اهمیت ندارد. کی می بیاد و کی می رود فرق ندارد. اما فقط چنجی باشد، آسودگی باشد، جنگ نباشد. سردام پیش بریم. یگانی ها یگان دو کلو کچکه و دو تا نان بریم. خطبش کامو افقات درده خواهیم شد. جان کری در تاجیکستان در خصوصی مهمیتی سیاست انرژتیکی حرف زد. طور او اظهار داشت لایه های هستند که می توانند وضع را در آینده تغییر بدهند. برای همین باید میان کشورهای منطقه که آب دارند و یا ندارند و برای کشاورزی خود به آن نیاز دارند همکاری زیچ براه مانده شود. اینچنین مورد اهمیت سیاسی انرژتیکی به خصوص قوای برق مشکلات همکاری با دولت های همسایه من جمله مشکلات با ازبکستان و نیازی دائمی اوید به گوناگون نمودن سرچشمه های تامینات قوای برق صحبت نمودیم. اینچنین امکانات تاجیکستان را در 5 سال آینده بررسی نمودیم تا اینکه تاجیکستان تواند نه تنها اهالی خود را بلکه افغانستان را نیز با قوای برق تامین نماید. با این بیانیه غیر منتظره جان کری در حضور خبرنگاران برآمد کرد و عرض این مطلب و برنامه های انرژی یخ زده و در حال سکرات تاجیکستان گرمی و جان تازه دمید. این خانان را میتوان چون پشتیبانی مالی احداث نیروگاه راغون شهر داد که طی نزدیک به 2 دهه سال است و مانعی اصلی در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان تبدیل شده است. کارشناسان تاجیک بر این باورند که تاجیکستان در وضعیت کنونی میتواند مشکل تامینات کشور با نیروی برق را به یک باره حل کند. باباجان شفیع شارح مسائل بین المللی در نشریه نگاه معتقد است که وعده کاتب دولتی آمریکا در رابطه با رفع مشکلات بی برقی تاجیکستان و همین طور به کشوری صادرکننده برق آبی تبدیل یافتنی آن حرفی سهل و ساده نیست. در تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان نفوذ روسیه پرزیوتر شد. لازم آمد کاتب دولتی یک سفر آسیای مسرحانه داشته باشد تا نشان دهد که این کشورها برای ایالات متحده بیگانه نیستند. حالا در پس منظری دید و بازدیدها با کر لاوراو هم شاید که آینده نزدیک با این کشورها آید. ولی برای آمریکا حالا مهم همان مسئله امنیت است، چون آسیای مرکزی در دورنمای تشنج اوضاع قرار دارد که احتمال می رود با تحریک کاخ سفید برای جلب نیروهای روسیه و این حوزه کشورها و ضعیف ساختن آن عمل شود. اما این به هیچ وجه باعث نمی شود که آسیای مرکزی بخصوص قرغیزستان و تاجیکستان از اتحاد آسیا دور مانند. دست به کار شدن آمریکا در بنیاد نیروگاه راغون حساسیت های را در روسیه به بار آورده منجر به عمیق‌تر شدن رقابت ها میان این دو این ابرقدرت می شود. در حال حاضر روسیه حضور نظامی خود در تاجیکستان را بیشتر تقویت می دهد، اما تاجیکستان با کدام ملاحظاتی از عضویت در سازمان های منطقه ای روسی نظر اتحاد اقتصادی آسیا و اتحاد گمرکی فاصله می گیرد. این هم در حالی است که به باور برخی از
کارشناسان تاجیک تاجیکستان در برابر تهدیدهای اسلام شورشی یعنی طالبان و داعش و القاعده و شریکان دیگر آنها توان مقابله کردن را نخواهد داشت و ناگزیر است که در این مسئله باز هم به دامن روسیه چنگ زند. جان کری ضمن سفر کاری خود در دوشنبه اظهار داشت که واشنگتن در صورت لازمه برای تامین امنیت در کشور به تاجیکستان کمک میکند. ما درک میکنیم که میان دولت های آسیای میانه تاجیکستان کشور است دارای موقع خاص با درازترین سرحد مشترک با افغانستان که در نوبت خود آن بسیار مشکلات را از نقطه نظر امنیت به میان می آورد و من از عهده‌داری های ایالات متحده برای همکاری نمودن با تاجیکستان و دیگر ممالک منطقه جهت تحکیم امنیت سرحدی تاکید نمودم. همچنین کاتب دولتی آمریکا از تاجیکستان خواسته است که از فشار فزاینده بالای پیروان دین اسلام و تعقیب نمایندگان اسلام سیاسی خودداری کند. جان کری از مبارزه تاجیکستان بر ضد خطرهای جهان معاصر، افراط‌گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر تمجید کرد، ولی همزمان هشدار داد که این مبارزه ها نباید همچون اهرام فشار و سرکوب حریفان سیاسی استفاده شود. اسکندر فیروز، کارشناس مستقل تاجیک، مطرح گردیدن مسائل حقوق انسان در صحبت های کری با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را اقدام قابل توصیف خواند، ولی همزمان تذکر داد که فعالان حقوق بشر از سفر کاتب دولتی آمریکا توقع بیشتر داشتند. سیاستمدارا و مردم و کارشناسا از سفر جان کری به تاجیکستان انتظار زیاد داشتند و تا جایی شاید هم برآورده هم شد، ولی بیشتر مردم و کارشناسان میخواستند که در مورد حقوق انسان بیشتر مذاکرات صورت بگیرد. موضوع داغ جامعه تاجیکستان، این فشارها به حزب نهضت و موضوع رعایت حقوق انسان تا حال حل نشدن و احتمال دارد که من بعد تا جای پیش روی آشان، ولی تا حال چنین صورت نگرفته است. رقابت آمریکا با روسیه برای تحکیم نفوذ در منطقه و به ویژه در تاجیکستان طور ساکت اما ثابت ادامه دارد. کاتب دولتی آمریکا ضمن صحبت‌هایش با سران منطقه اظهار داشت که واشنگتن هدف با روسیه و چین در آسیای مرکزی رقابت کردن را ندارد. ما مشکلات اقتصادی را تحت بررسی قرار دادیم که تاجیکستان عین زمان با آنها در نتیجه کاهش یافتن سطح اقتصادی روسیه و چین روبرو شده است. تحلیل نموده اصول های مساعدت را برای رشد همکاری زیش میان پنج کشور آسیای میانه و البته بیرون از منطقه بررسی نمودیم. نشست اخیر لیدران اتحاد کشورهای مستقل و سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی نشان داد که ظاهرا رهبریت تاجیکستان تحت شرایط فعلی ناعلاج راضی به بازگشت روسها به مرزهایش خواهد شد. مسلم است که آمریکا شدیدا مخالف آمدن روسها به مرزهای تاجیکستان و افغانستان است. اندیشه دارد عزیز کریمی، کارشناس مستقل تاجیک. از بس که صحبت جان کری با رئیس جمهور امام رحمان سی درهای پوشیده صورت گرفت، من باور دارم که مسئله بازگشت مرزبانهای روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان حتما مطرح شده است و جای شبهه ندارد که موضوع بازگشت روسها به مرز تاجیکستان و افغانستان از مسئله های مورد بحث کاتب دولتی آمریکا و رئیس جمهور بود. طبیعی است امریکا مخالف بازگشت مرزبانهای روس به مرز تاجیکستان و افغانستان میباشد. از سال 2007 اینجانب در دایره برنامه های مختلف امریکا به مبلغ تقریبا 145 میلیون دلار به مرزبانان و حفاظت مرزهای تاجیکستان کمک کرده است. از این لحاظ در مناسبات تاجیکستان و امریکا بازگشت مرزبانان روسیه به هر شکل و شیوه ای که باشد، من جمله در چهارچوب معاهده پیمان امنیت دست جمعی سردی به بار می آورد. تاجیکستان زیر نفوذ روسیه و خطای و امریکا مانده است، می گوید کارشناس مستقل سعدی یوسفی. در کل منطقه آسیای میانه برای امریکا یک منطقه مهم هست، هم به این خاطر که یک کشور هست که از لحاظ دارایی های مادی یا ذخایر انرژی خیلی بای هست و هم از این لحاظ که در همجواری چین و
روسیه قرار دارد. از این طرف افغانستان کارشناسان تاجیک میگویند که آمریکا راههای تنگ ساختن نفوذ روسیه و خطای در تاجیکستان را میجوید. افغانستان باشد برای آمریکایی ها نه تنها به خاطر مبارزه با تروریسم جهانی، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر لازم است، بلکه همزمان برای تنگ کردن و برآوردن رقیبان جدی از منطقه لازم میآید. خود تاجیکستان امروز به تکنولوژی معاصر و آماده کردن متخصصان اصیل نیاز دارد. از این رو حکومت اصول درهای کشاد را پیش کرده است. رامش رامین، دوشنبه. سامیان گرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما میتونید چون همیشه یه در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینشین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با میخویم در همین وقت روی همین موج و بازم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.